تو زمین با بفرمایید آقا بخواد هستیم. درود بر شما جناب آقای اینوار. چقدر برنامه‌هاتون داره پربار میشه با اصلا اسناد و مدارک و داکیومنتری. من فکر میکنم که روز به روز جامعه به برنامه های شما توجه بیشتری خواهد کرد. از جمله خود بنده هر شب که سخنان همین آقا ملزم فرماد، این آقا یکی از روحانیونه، حداقل درجه روحانیون کودنکود به قول ملاها یا یکی از احمق هست. این آقا آنچه که داری میگه در حقیقت آیه قرآنه در سوره البقره و در جنگ بدر، جنگی که به اصطلاح محمد با دشمنان خودش میکنه، او معتقده که محمد فکر میکرده در تخیلات خودش یا دروغ میگفته به دیگران یا واقعا دچار هذیان بوده. معتقده که برای که تشریع کنه به اصطلاح راهزنان رو به چپاول دیگران در قطعه آرت دیگران، میدی شما نگران نماشید، کم هستید، اون خدای ما الله الان گروهی از فرشتگان رو از آسمان به یاری ما فرستاده، شما نمیبینید. به این وسیله در حقیقت یاران خودش رو به جنگ و خونریزی و چپاول تشویق میکرده. و اما خیلی جالب‌تر، اگر خوب دقت کرده باشید، این آقا درباره اعجاز و معجزه و عصای موسی صحبت میکنه. این مزخرفات یهودی هاست که برای محمد تعریف میکنن. محمد داستان پیام‌آوران یهودیان رو یا انبیای بنی اسرائیل رو از زبانهای، چون محمد وقتی که کاروان سالار بوده، یعنی خدیجه که یک زن یهودی ثروتمند بوده، به قول امروزی ها ایجنت مسافربری داشته، یعنی یه چند تا اولا و شاربری در اختیار محمد قرار داده بوده و محمد کالاهای مختلف رو مثل خورما، مثل نمیدونم چیزهای مختلف رو از این شهر به شهر دیگه میبرده و در راه خب این مسافرانی که همراه محمد بودن بیابان برهود با هم صحبت میکردن دیگه، از 3 ماه در راه بوده. داخل این کاروان ها یهودیان بوده. مثلا محمد سوال میکرده که گفت تو اسمت چیه؟ میگفت یعقوب. او یعقوب تو چیه؟ دینه چیه؟ بوده من یهودیم. یهودی چیه؟ داستان همون مزخرفاتی که مثلا یک یهودی از خواهمهای خودش شده برای محمد تعریف میکنه. اون محمد مجموعه اطلاعاتشو از یهودیان و مسیحیان مختلف یا پیروان ادیان دیگه در راه این کاروان میشینده و بعد در سن 40 سالگی دقیقا وقتی که به کوه حرا میفته، بیناخت بیمار روانی با جدا شدن از جامعه و گوشه نشینی و بیمار روانی اول کاری که میکنه میره تو اتاق در میبنده و علاقه نداره با هیچ کس صحبت کنه. نه اینا میشن سیمتوم اسکیزوفرنیا، از سیمتوم علائم اختلال هست، با این گوشه نشینی آغاز میشه. محمد وقتی در کوه حرا با تخیلات خودش مشغول بوده، حتی فرشته‌ای که فکر میکنه جبرائیله، کلمه جبرائیل رو در حقیقت پیروان مسیحیت به ذهن محمد چیز کردن، حریف کردن. یعنی اون توهم خودش رو به صورت یک فرشته یا این مثلا مفهوم فرشته جبرائیل از خیلی متشکرم. عرض میخوام، خیلی متشکرم، چون این داستان طولانیه این تا ایشون پیغمبر بشه. یه شب دیگه ادامهش میدیم، لطف کردیم. الان اجازه بدید من کوتاه بگم با دو جمله. عزیزم من وسط برنامه مزخرفات از ادیان دیگه، یعنی منشأ اینها مسیحیت و یهودیت تبسر و خراف باوری رو در ذهن محمد میکارن و محمد و دوستانش در حقیقت با الهام گرفتن از اون مزخرفات قبلی خودش رو پیام‌آور میدونه. این ریشه نمیدونم اصلا شما امکان نداره به یهودی بگید آقا عیسی موسی عصاش رو میپرونه پرت میکنه.